و اینکه من یه سوالم از خودت دارم آرمین، اینکه من اینو با قاسم داشتم صحبت میکردم، بعد منبعی نداشتن به من بگن، منو به من ارجاع بدن در مورد جبر و اختیار. من این خیلی برام مشکل هست، در موردش خیلی درگیری ذهنی داشتم. نظری داری که کجا میتونم مطالعه کنم در مورد جبر و اختیار؟ آه، در مورد دترمینیزم منظورته، یعنی داشتن فری ویل. ها، خب من کتاب سم هریس رو میتونم معرفی کنم، ولی متاسفانه نمیدونم فارسی ترجمه شده یا نه. آیا کسی میدونه کتاب سم هریس درباره اختیار، کتاب سم هریس اختیار به فارسی ترجمه شده؟ کسی اینو میدونه؟ مجیدان شما اینا اطلاع دارین که به فارسی ترجمه شده اینا؟ نه متاسفانه. شما درباره نظر ندارین؟ شما آیا به اختیار اعتقاد دارین؟ یعنی که فکر میکنین این یه توهمه؟ من فکر میکنم اختیار توهمه. شما فکر میکنین اختیار توهمه؟ من فکر میکنم اگه اختیار توهم باشه، من زندگیم کلن میره زیر سوال. فکر نمیکنم درست باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بی اختیاریم، از خودمون هر اتفاقی میفته بی اختیاریم، نمیشه بی اختیار، توهم اختیار. این چیز خیلی پیچیده است. من خیلی برام موزله، خیلی دوست دارم حل بشه، یا حالا اگه گفتگویی شده باشه در مورد. یه چیز دیگه از این اشخاص که صحبت میکنی، یه بعضی موقع هم مثلا چیزهای علمی اینا هم خوبه، حالا بل کن دیگه بابا، این باش. امید دانا و این ولش کن دیگه. خب همین الان نیلوفر، خب نیلوفر الان یه موضوع علمی داورد. میگم خوبه میخواستم در یه موقع بیام بالا در این مورد ها صحبت کنم که بس دیگه. بعدم هی این دینی ها رو هم میاری یه نواخت شده واقعا به من پیر میگی بابک نمونه رو. میدونم امیدوارم که، من نمیگم نه، ولی خب اگه چیز جدید دارن آره، برای میان مثلا من خودشونو میچسبونن یهو مثلا به علم، میرن توی مثلا بیگ بنگ. آقا تو بیگ بنگ چیه؟ بیا ببینیم تو این قرآن چرا اینو اینجا نوشته، مثلا تو به بیگ بنگ حالا اصلا رفته تو یه چیز رو میره اون برش ما نمیدونیم اصلا هست و نیست. ما نمیگم نیست، ولی خب مثلا در مورد نوح حراری اگه نمیدونم دیده باشی چقدر مثلا عقاید جالبی داره، چقدر مثلا در مورد آینده حرفای مستندی میزنه که الان داره اتفاق میفته 2017. مهمون آوردن خیلی کار سخت. من باید خودم پیدا کنم این روشایی که من خودم این بحثا رو بیارم توی برنامه گفتگو با آرمین، برای که مهمون پیدا کردم خیلی سخته، ولی من سعی میکنم. خیلی روشنگرانه است. خیلی خب ماها که همه یه فکریم تقریبا درسته. جمع میشیم، دینی ها نمیان اینجا، یه سری ببینید درسته، ولی من مشکل اینه که خیلی چیزای علمی کاربرد تو زندگی روزمره ممکنه نداشته باشه. تفکر نقادانه الان، ببینید حرفای علمی مدرن خیلی جالبه، هیجان انگیزه، ولی خیلی کاربرد تو زندگیمون ممکنه بعد نداشته باشه. این نوآوری همش کاربرده، همش آره خب داره در آره مورد این صحبت آره ولی اون جامعه شناسی درسته میتونم اونا رو از اون بحثا میارم. تو این مایه ها فکر کردم. من اگه اجازه بدین حالا در همین موضوعی که نیلوفر گفت الان یه مقدار میخوام صحبت کنم. میخواد من دیگه خدافظی کنم، داره باتری باشه، ولی دوباره بیاین مجید، خیلی لذت بردیم از هر قربان تو. همچنین من هم همیشه لذت میبرم. ببخشید از اون دوست عزیزمونم، ببخشید من از اون چیز واقعا مسیح خیلی شاکی شدم، اصلا گیر میدم به مسیح منو میزنه بالا، اونم دیده بودم اومدم یهو پریدم به ما تو این کانال تبلیغ کار مسیح رو خواهیم کرد، پس تو این کانال ممنون منجید. خب هست نیلوفر؟ مرسی. آره من یه چیزی میخواستم بگم، اینکه آره هم به هم منابع بده، یا فیلم یا ویدئوی چیزی که بشه یکم اطلاعات هم بیشتر بشه در موردش. قبل از اینکه حالا ادامه بدی، یکی از بچه ها گفته بود که من بیام به جای بابک، من انقدر آدم کله شقی هستم و انقدر بی سوادم و انقدر بی اعتماد به نفسم که عمرن هیچ وقت به فکر اون خودم. خب یه روشی که انقدر بی اعتماد به نفس نباشی اینه که از خودت تعریف کنی، به جای اینکه انقدر خودتو بکوبی. زیادی خودتو میکوبی، همش میگی من بی سوادم، من فلانم. یه ذره خودتو دست کم نگیر، اعتماد به نفست میره بالا. خب تو از خیلی آره، یعنی یه مقدار به خودت مثبت نگاه کن. باشه قاسم هم اومد.
بذار من الان اینو صحبت کنم، بعد رابین هم رابین هست، قاسم هم هم رابین رو باید بیارم بالا، هم قاسم من بیاد بالا، چون فکر می‌کنم من اگه قاسم رو میارم بالا ولی رابین باش، ولی رابین هم باید بیارم بالا پس، چون که رابین بیشتر قبل از قبل بوده. خب من صحبت ندارم، بیشتر گوش میدم. باش میرم پایین. نه نه رو برای اینکه قاسم هست اینجا، شما جفتتون هستین، خوبه. اوکی مرسی. خیلی خوب، خودتون رو میوت کنید و اینکه یه صدای هیسیسی هم رابین داره میده. نمیدونم رابینه، نه قاسمه. آها قاسم بود. خیلی خوب، من قاسم رابین درباره این اختیار میخواین صحبت کنین، درباره اختیار جمع یا جبر یا اینکه درباره چیز دیگه ای؟ سلام، من فقط در مورد این کتاب سم هریس که گفتی واسم بگم، نشر گمان یک کتابی چاپ کرده به اسم از سم هریس به اسم دروغ و اراده آزاد، ترجمه خشیار دهیمی. آها عالی. نمیدونم این چقدر همون کتابه یا نه، مطمئن نیستم، خودم نخوندم. کدوم کتاب فارسیش داره؟ دروغ / اراده آزاد، ترجمه خشایار دهیمی، قیمتش هم زده 150. نه همونه. 15500. آره قیمتش هم زده 15500. خوبه دیگه، زیر $1 قیمتش. اون یه کتاب دیگه هم بود. یه کتاب هم گفته بودی انلاین مال کی بود؟ استیون پینکر بود فکر کنم. الیجمه ولی نو انلاینمنت، چقدر سخت این کلمش. همون روشنگری اکنون. همچین چیزی اسمش دیگه، حالا روشنگری فکر کنم اسمش. آره اونم ترجمه، اونو من ترجمهش رو فکر کنم دیدم، داشت دیجی کالا فکر کنم داشت، آره همین فارسی ترجمه فارسیش رو فکر کنم داشت، حدود اونم حدود 50 تومن بود فکر کنم، یادم نیست دقیقا. پس نیلوفر هست ترجمه اون کتاب سم هریس هست. من چیزی که میخوام بگم، ببینید امکان نداره ما اختیار داشته باشیم. اگه ما به اختیار اعتقاد داشته باشیم، باید به یک چیز ماورا طبیعی اعتقاد داشته باشیم، یک چیز غیر مادی. امکان نمیتونه. ببینید شما، من اگه یک سکه رو بندازم بالا، خب یک سکه رو اینجوری پرت کنم، قبل از اینکه بیفته رو زمین احتمالی که هدز باشه یا تیل باشه 50-50، درسته؟ در صورتی که 50-50 فقط به خاطر اینکه ما نمیدونیم کدوم برقرار بیاد. در صورتی که اگه شما میتونستین مثلا دکمه همه زمان رو ثابت نگه دارین وقتی که سکه رو هوا هست، برین این سکه رو مطالعه بکنین، ببینین هوا از کجا داره میاد، وزن سکه چجوریه، مثلا جاذبه زمین و همه فرمولا، همه چی رو اندازه گیری بکنین، به طور دقیق اندازه گیری بکنین، میتونین به طور قطعیت بگین که کدوم بره سکه میاد قبل از اینکه سکه بخوره زمین. یعنی اینکه ما احتمالات داریم که یه چیزی مثلا 50-50 به خاطر عدم توانایی محاسبه همه جزئیات، محاسبه همه جزئیاته. خب برای همین یه چیزی 50-50، چون تو دنیای واقعی، تو دنیایی که تو دنیای واقعی هیچ چیزی احتمالی نیست، همه چی یا 100% یا 0%. خب یعنی این سکه از تا بندازینش، خب 70% ها رابین، یعنی رابین؟ همه چی 0% همه چی 0% همه طبق قوانین فیزیک همه... کار میکنه، همه چی دیگه، همه چی بر اساس قوانین فیزیک کار میکنه، برای من احتمال همه چی 0% برای ما انسانی که همه چی رو نمیدونه، یعنی توانایی محاسبه دقیق اینکه همه چی قراره کجا بره رو نداره. برای ما همه چی اتفاقا برای انسان، برای یک چیزی که، برای هر چیزی که توانایی محاسبه کاملا بی‌نهایت نداره، احتمال همه چیزی نه صفر نه صده، بین صفر و صده، ولی برای خود جهان، برای خود دنیا همه چی یا صفر یا صده و هیچ چیزی بین صفر و صد نیست، مگر اینکه برین توی فیزیک نوین و یه سری چیزایی ساب اتمیک زیر، وقتی که یه دنیا انقدر کوچیک بشه که از اتم، آره بریم تو دنیای کوانتوم، اون وقت احتمالی میشه. خب نه، تو دنیای کوانتوم احتمالی میشه، ولی قبل از تو دنیای غیر کوانتوم، مثل همه اتم ها و مولکول ها مثل یک میز بیلبوردن. خب شما وقتی یه میز بیلبورد رو مثلا همه چی رو پخش بکنیم، ممکنه ما نتونیم محاسبه کنیم که همه چی کجا میره، ولی اگه شما اینو بتونین پاز بکنین، همه چی رو دقیقا نگاه بکنین، دقیقا میتونین پیش بینی کنین که هر توپ قراره کجا بره. خب برای همینم قبل از اینکه
این دنیای احتمالی دنیای کوانتوم حساب بتونه اثبات بشه، اینشتین خودش گفتش که خدا هیچ وقت با تاس بازی نمیکنه. یعنی تاس بازی یعنی هیچ چیز احتمالی نیست، همه چی دترمین شده. خب اتفاقا تئوری اینشتین خودش نشون داد که شما چجوری وقتی به حرکت که میکنیم به طرف یک چیزی، زمان شما با زمان آینده اون خواهد بود یا گذشتهش، و از یه چیزی که دور میشین زمان شما زمان گذشته اون خواهد بود. این تنها جوری میتونه واقعیت داشته باشه که گذشته یک نفر گذشته هیچ وقت از بین نره و آینده ما هم از قبل پیش یعنی determined شده باشه. خب یعنی تنها جوری که این تئوری آینشتین میتونه درست باشه اینه که آینده همیشه همون جوری خواهد بود که قرار بود باشه، یعنی هیچ روش عوض کردنش براش وجود نداره. برای همین همینجوری که ما سکه رو میتونیم محاسبه بکنیم که همه چیش کجا رفته و کدوم طرف میاد زمین، ما اگه از همون اول بیگ بنگ، خب ما فکر کنیم ما اگه محاسبه خدایی داشتیم، از همون ثانیه اول، صدم ثانیه اول بیگ بنگ، خب من میرفتم همه این چیزها رو نگاه میکردم، همه اتم‌ها و همه رو نگاه میکردم و میتونستم محاسبه دقیق بکنم. خب حالا این میخوره به این، این میخوره به اون، این میره این ور. من اگه یک محاسبه به شدت بی‌نهایتی داشتم، میتونستم فقط با نگاه کردن اون پیش بینی کنم که من و قاسم و رابین و نیلوفر در این زمان، این در این ساعت، در این دقیقه این صحبت رو خواهیم کرد. خب برای اینکه مغز ما، رفتار ما همش بر اساس حرکت‌های اتم و مولکول و اینا هست. ما که به غیر از دنیای ماتریال چیز دیگه‌ای که تو مغز ما اتفاق نمیافته. خب ما اگه ادعا میکنیم که مغز ما فقط تو دنیای فیزیکی کار میکنه و هیچ چیز دیگه روش تاثیر نداره، برای همین مغز ما برده دنیای ماتریاله. برای همین ما نمیتونیم، ما یک چیز وحی، یک چیز خدایی یا یک چیز ماوراءطبیعه نمیاد نحوه حرکت مولکولا و اتم ها توی مغز ما رو عوض بکنه. ما مغزمون فقط جوری تصمیم گیری میکنه و امیال داره که حرکت مولکولا به اون نتیجه برسونه. برای همین جایی برای اختیار و اراده دیگه نمیذاره. ما برده حرکت مولکولا و اتم ها توی مغزمون هستیم. خب برای همین ما هیچ اختیاری نداریم، همه چی کاملا جبریه. من رابینو بیارم بالا. خب مگه اینکه فکر کنی یه چیز ماورای طبیعی وجود داره. خب بعضیا میگن خب این تناقض داره تو دنیای فیزیک، به خاطر اینکه توی قوانین کوانتوم فیزیک نشون دادیم که وقتی که دنیا از اتم کوچیک‌تر میشه همه چی احتمالی میشه. خب این تناقض رو بعضیا اینجوری اومدن حل کردن که مولتیورس تیوری میگن حل این موضوع میشه که هر کدوم از این احتمالات خودش یک جهان خودشه میشه. حالا اون یه بحث طولانی دیگه میشه. رابین چی می‌خواستی بگی؟ مثلا برای هر یک از تصمیم‌های ما یه دنیا وجود داره. نه فقط تصمیم‌های تو. آخه ببینیم، ما مشکل ما انسان‌ها اینه که ما فکر می‌کنیم تصمیم‌های ما خیلی مثلا از بقیه اتفاقات شیمیایی که تو دنیا میفته یه جوری مثلا ماورای اوناست. یه چیزی مثلا یه چیز خیلی اسپشیال‌تریه. خب در صورتی که تصمیم ما همون یک سری چیزای یک سری فرمولای شیمیاییه و هر چیز، هر اتفاقی که داره میفته، یعنی احتمالات درسته که تو مغز ما، یعنی درسته که مثلا کوارتز های توی مغز ما مثلا فرمولاش بر اساس یه چیزای احتمالیه، ولی فقط مغز ما اینجوری نیست، لیوان آب هم همینه. خب و ببینیم، برای همینه بعضی سعی میکنن که دنیای مغز ما رو به ما اختیار بدن بر اساس این که بگن که دنیا یک کوچکتر از اتم، چون بر اساس احتمالات کار میکنه، این جا برای اختیار ما میذاره. در صورتی که این حرف کاملا مزخرفه، به خاطر اینکه مغز ما که مثلا اتمیک ریاکتور که نیست که دنیای ساب اتمیک کوچکتر از اتمیک اونجا روش تو اختیارات ما نقش داشته باشه. ما وقتی تصمیم میگیریم که مثلا این ریاکتور اتمیک نیست که، این همه اتفاقاتی که تو مغز داره میفته همش شیمیاییه. یعنی تمام چیزهایی که تعیین میکنه ما چه تصمیمی میگیریم تو دنیای ماوراء اتمی هست، نه زیر اتمی، نه کوچکتر از اتمی، بزرگتر از اتمی. خب یعنی وقتی ما داریم درباره دنیای شیمی صحبت میکنیم، دنیای شیمی خیلی بزرگتر از دنیای کوانتومه. خب و تو دنیای شیمی هیچ جا برای احتمالات باقی نمیمونه، فقط تو دنیای کوانتوم هست که جا برای احتمالات میمونه و تصمیم گیری ما و
بر اساس فرمولای شیمیایی تو مغزمون هست، نه بر اساس دنیای ساب اتمی که کوانتومی. برای همین هیچ جا برای اختیار برای ما باقی نمیمونه، چون هیچ احتمالی نیست، همه چی کاملا قابل پیشبینی هست برای یک موجودی که بتونه محاسبه بی‌نهایت داشته باشه. یعنی تمام کارهای ما قابل پیشبینیه، یعنی اراده آزاد نداریم؟ نه نداریم، این توهمه. دنیا قشنگیاشو از دست داد دیگه برام. چرا قشنگ؟ چرا دنیا هنوز قشنگ؟ نه دنیا هنوز ما لذت بردن از ببین همون چیزی که ما اختیار نداریم، ما لذت بردن از قشنگی های جهان هم برامون اختیاری نخواهد بود. یعنی من اگه یک مثلا موسیقی رو گوش میکنم و این موسیقی برای من زیبا خواهد بود، این زیبایی همیشه برای من زیبا خواهد بود، چون اختیار نمیتونم تصمیم بگیرم که زیبا نباشه. یعنی زیبایی باقی میمونه. پس افرادی هم که جرایم سنگین انجام دادن بیگانه هم چون بی اراده این کار انجام دادن. چی؟ یه بار دیگه بگو. یه سری ها میگن چون مثلا اراده ندارن پس کسایی که جرایم سنگین هم انجام دادن بیگانه هم چون اراده ای نداشتن. نه خب ما ببینید ما چون ببین تو دنیای منطق ما مجبوریم، چون میدونیم ما هیچ اراده ای نداریم، مجبوریم میدونیم تو دنیای روزمره ما از کلمه اراده یک جور دیگه استفاده میکنیم تو دنیای مثلا فیزیک و تو ببینیم ما کلمه اراده میتونه یک کاربرد روزمره داشته باشه. خب ببین مثلا ما بر اساس این حرفی که من زدم، شما اگه یک نفر بیاد بگه شما من گدا، من فقیرم باش، پول ندارم، پول به من میدی، بعد تو از پول در میاری بهش میدی، اینو میگیم اختیاری. ولی یه نفر اگه بیاد تفنگ بذاره رو سرت بگه پولتو به من بده و تو مجبور میشی بهش پولتو بهش بدی، این میگیم غیر اختیاری. خب در صورتی که بر اساس حرفی که من الان زدم جفت اینا غیر اختیاری بود. خب ولی تو زندگی روزمره ما احتیاج داره که بتونیم این دوتا رو از هم جدا کنیم. خب برای همین وقتی که تو زندگی روزمره از اختیار و اراده و این استفاده میکنیم، به اون که تفنگ رو سرت نذاشتن به اون میگیم اراده. خب یعنی معنیش اونجا یه فرق دیگه میکنه. خب یعنی ما تصمیم گرفتیم که مثلا وقتی میگیم اختیار، اگه چیزی رو به اختیار حساب میکنیم که جبرش اجبارش از خارج نباشه، یعنی از اگه از داخل اجبارش از داخل مغز باشه، مثلا مجازاتی برامون تعیین نکرده باشه. بذار نه اینو من مجازات حالا میرسم. ببین یعنی اگه اجبار از داخل از خارج از مغزت اومده باشه، یعنی بالاخره اگه از خارج از مغز نیاد، شیمی مغزت همه چی رو اجباری میکنه برات. ولی اگه یک چیزی از خارج از مغزت مجبور رو اجباری بودن این تاثیر بذاره تو زندگی روزمره، به این میگیم اجبار. خب یا اینکه مغزت به طوری کار میکنه که باعث دیفکت داره. خب یعنی مثلا مشکل مغزی داشته باشی، مشکل روانی داشته باشی، اینا رو هم تو زندگی روزمره از اختیاری میاریم بیرون. خب حالا چرا ما تو دنیای تو جامعه که زندگی میکنیم اگه هیچ کسی اختیار نداره چرا مجازات میکنیم؟ خب چرا میگیم خب همه پس باید بیگناه هم اختیار نیست؟ دقیقا. خب به خاطر اینکه مجازات ما اجبارمون میکنه که یه کارهای دیگه بکنیم. به جای ببین مثلا تو میگیم که تو مثلا اگه بانکو بری دزدی بکنی توی بانک، دزدی نکنی بانک، جفتش اجباری بوده. خب ولی ما با داشتن مجازات توی جامعه اجباری بودن کارتو به یک طرف دیگه داریم میبریم. میدونی منظورم چیه؟ یعنی ما اگه بگیم که تو میری زندان، یعنی جفتش اجباری به طور منطق یعنی تو به این تو زندگی روزمره کلمه که استفاده میکنیم یکیش اجباریه یکیش اجباری نیست. ولی اگه به طور فلسفی بخوایم نگاه کنیم جفتش اجباریه، ولی ما با اضافه کردن مجازات توی این محاسبه تصمیمای اجباری تو رو به یک طرف هدایت کردیم. میفهمی؟ برای همین مجازات داریم. بگو این مغز ما حالا تو اینجا که من میدونم
یه سری فرایندهای داخلش هست که حالا ما ازش آگاهانه که آگاه نیستیم، خبر نداریم. یه قسمتی از این فرایندها به قشر خودآگاهی میرسه، یعنی خیلی از تصمیم ها هستش که وقتی تصمیم گرفته میشه قبلش مغز گرفته. اینی هم که حالا جریمه میذارن برای یک جرمی، در واقع روی تصمیم مغز بقیه تاثیر میذاره. ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه، این در واقع مغز من محاسبه میکنه که اگه مثلا من فلان چیزو بدزدم یه جریمه پشتش هست، این تصمیم رو برای من در واقع نمیگیره، من انجام نمیدم اون کارو. اینم اراده آزادی نیستش، یعنی اون حتی اینکه چیز خوب یا بد هست، این همه وسیله مغز در واقع سنجیده میشه. یه قسمتی از مغز هست، حالا اسمش یادم رفته، این که مثلا حالا شما توی چه میدونم تو زمستون مثلا یه لیوان چای گرم میخورین براتون لذت بخشه، این لذت بخش بودنش هم به وسیله مغز تعیین میشه. قاسم اصلا اثبات شده که ما تاثیر داره، مثلا غذایی که مثلا ممکنه برای یه کشور مثل چین جذاب باشه برای ایرانی ها جذاب نیست. خب اون به خاطر اون بگیرانی که رو مغز هست دیگه. ما نمیگیم که همه یک، ببین بعضی الان تو لایف چت هم خیلی متوجه نیستم، فکر میکنم من دارم میگیم همه یک جورن. ما میگیم اگه همه چی جبر، همه چی برای اجباره، معنیش این نیست که هممون یکی هستیم. بالاخره فرمول شیمیایی مغز من با فرمول شیمیایی مغز شما فرق میکنه، چیزایی هم که رو متاثر میذاره فرق میکنه، ولی همش اجباری هست. ببین الان اثبات شده به طور علمی که تو مغز شما، مغز شما قبل از اینکه خودآگاهتون متوجه بشه یه سری تصمیمایی رو میگیره، بعد از اینکه مغز شما قسمت ناخودآگاهش تصمیمو گرفت، تازه میاد اون موقع به بعدش به خودآگاه شما میاد میگه که ما این تصمیمو گرفتیم. حالا تو تازه فهمیدی، قسمت خودآگاهت فهمیدی که مغزت برای تو، کامپیوتر مغزت برای تو چه تصمیم گرفته. بعد از اینکه تو میفهمی ناخودآگاه چه تصمیم گرفته، تازه اون موقع میای منطق و علت میاری که چرا این تصمیمو گرفتی، و یه توهمی تو داری، قسمت خودآگاه مغز تو این توهمو داره که به خاطر منطق و دلیلی که داری مثلا خودت به طور آزاد اومدی این نتیجه گیری رو گرفتی، در صورتی که نتیجه گیری چندین صدام ثانیه قبل از اینکه تو خودت اصلا بفهمی برات گرفته شده بوده از طرف مغز. نیلو فرتا می‌خواستی یه چیزی بگی؟ آره، یعنی این عدم اختیار از مغز هر شخص یا حالا هر موجودی میاد، از دنیا نمیاد. چون اگه درست فهم داشتی در مورد دنیای مادی حرف میزدی که حالا قوانین فیزیک بهش حاکمه، این اجباره از حالا شیمیایی، یعنی اتفاقی شیمیایی توی مغز میفته یا از دنیای مادی، یعنی اینو من میخوام بدونم. مال هر جفتش ثابته. مغز شما فقط دنیای مادیه، هیچ چیز دیگه تو مغز شما به غیر از ماده که نیست، که ماده و انرژی. خب یعنی مغز، یعنی ما صحبت شما اینه که اصلا تمام بگو تمام تصمیم بر اساس غریزه است یا اصلا عوامل اجتماعی توش دخیل نیست؟ نه هست، هم نه، هم غریزه، هم ژنتیک، هم عوامل جامعه، ولی همه اینا ماده است. ببین تأثیری که دنیای خارج از مغز شما میذاره و دنیای داخل مغز شما میذاره و ژنتیک شما میذاره، همه اینا رو تصمیم گیری شما تأثیر میذاره، ولی همه اینا مغز شما، خارج از مغز شما، هورمونای دور مغز شما، اینا چیه؟ اینا همش ماده هست. خب ماده هم حرکتش که شما که روی همش میشه قابل پیشبینیه، همه این اتم ها و مولکول ها مثل یه مش توپ بیلیاردن روی میز. بالاخره شما اگه همش داره میره یک طرف، میتونی پیش بینی کنی که بعد از یه مدتی کجا قرار آخرش کجا خواهد بود. خب یعنی ماورا طبیعی، صحبت شما اینه که، یعنی صحبت اینه که از اینا از ماورا طبیعی نمیاد. در دنیای ماورا، بله بفرمایید. ببین من حرف شما رو کامل متوجه شدم. خب یعنی میگی حتی ما یه کتابی هم میخونیم مثلا راجع به یه چیزی، یعنی حبیت زندگیمون رو تغییر میدیم، منظورت اینه که اون اتفاقاتی که با خوندن اون کتاب تو ذهنمون میفته، اون اتفاقات باید میشه ما اجبار داشته باشیم، درسته؟ خب آره، یه جور گفتنش اینه، هر حالا کتاب خوندن یا هر چیز دیگه، من ممکنه خب حالا برم هر سوال دارم. خب میکروفونت بده خب. یه ذره میکروفونت یه ذره، حالا اشکال نداره، بگو. الان بهتر شد؟ آره بهتر شد، نمیدونم چیکار کردی، ولی خیلی بهتر شد. بگو. آها خب. ببین میکروفونم خیلی نزدیک بود به صورتم. ببین مثلا اگر بیایم بر فرض محال وقتی که ما متولد شدیم، بیایم اون اسپرمو
بر فرض محال کپی بگیریم، یک امکاناتی داشته باشیم و این آدم رو کنار خودمون با تمام اتفاقاتی که تو زندگیمون میفته بزرگ کنیم، یعنی مساوی مساوی. و تو اون لحظه ای که مثلا من بین دو تا فیلم شانسی میخوام انتخاب کنم که مثلا این فیلم رو ببینم یا اون فیلم رو، اون آدمی هم که کپی بزرگ شده کنار من با دقیقا اتفاقاتی که برای من افتاده، اونم دقیقا میگه همین انتخابی که من. نه برای اینکه، نه ببین، نه برای اینکه شما همه، شما برای اینکه همه چیش تصمیم شکی باشه، همه چیش باید یکی باشه. یعنی حتی یک بادم، یک مولکول بادم میتونه همه چی رو عوض بکنه. یک مولکول هوا، یک آبی که مثلا تو خوردی صبح نخوره، یک بویی که شما شنیدین یا نشینه، شما از این ور تخت اومدین اون از اون ور تخت اومده، کوچکترین چیزی میتونه تصمیم شما رو به شدت یعنی به این میگن باترفلای افکت. خب یعنی نه ببین، باید تک تک اتماش و تک تک الکتروناش اگه کاملا موازی باشه، یعنی دو تا دنیا داشته باشیم که شما دو تا، شما یه دو تا دنیا داشته باشیم، دو تا مثلا یونیورس داشته باشیم که دقیقا همه تک تک مولکولاش مثل شما باشه، همه اتماش هم مثل شما باشه، اون وقت شما جفتتون احتمال خیلی شدید یک فیلم رو انتخاب میکنید. چرا میگم احتمال شدید؟ به خاطر اینکه تو دنیای ساب اتمیک اگه بریم، اون وقت احتمال وارد میشه، ولی اون احتمالی که وارد میشه ربطی با آزادی ما نداره، آزادی اختیار نداره، چون تصمیم گیری ما بر اساس دنیای شیمیه، نه در بر اساس دنیای کوارتز. ولی نه، اینجوری نیست که اگه دو نفرش کپی هم باشن تصمیمشون یکی میگیره. من الان نحوه حرف زدن من با اینکه مثلا 8 روز پیش ساعت 5 صبح یه قلوپ آب خوردم یا دو قلوپ آب خوردم، الان روی همه چیز امروز داره تاثیر میذاره. یعنی اینقدر همه چی حساسه، معلومه که نتیجه ها عوض خواهد شد. باترفلای افکت رو شما میشناسید اینجا؟ باترفلای افکت یک مثالی که میزنن، میگن که پر یک پروانه میتونه بعد از یک مدت یه جا باعث بشه یه جای دیگه طوفان بیاد. من پویارم بیارم. فارسیش میشه اثر پروانه ای. اثر پروانه ای. ممنون. پویارم اینجا منتظره، شو به خلق شد. سلام پویا، نظر تو چیه؟ آمین جا من یه چیزی هم بخواستم اضافه کنم، این که نوروساینس رو اگه بررسی کنیم میبینیم که حتی برای اعتقاد به خدا هم یه بخشی از مغزمون هست که باعث این میشه. من یادم چه وقت پیش فیلم مصدد میبینم، اسمش رو یادم نمیاد، ولی بلخ خلاصش این که یه بخش از مغز رو تحریک میکردن و این باعث میشد که طرف حس کنه که یه موجود ماورایی داره یه کاری میکنه یا یه همچین تاثیر داره. و بعضی ها که مثلا میگن من خودم خدا رو حس کردم، وجود خدا رو به من مطمئن کردم. نه صداش یه مشکل داره، توی صدا قطع وقت میشه. ولی بله، من اگه متوجه شدیم پویا چی میگه، پویا داره روی میگه که یه قسمت مغزمون باعث تاثیر میذاره که مثلا ما به خدا باور باشیم یا خدا ناباور نباشیم. البته این حرف پویا رو منم حالا یه مستند دیده بودم، دقیقاً یه قسمتی از مغز افراد رو فعال میکنن، طرف اصلا احساس میکنه که یه موجود ماورای جلوش هست، یعنی نه که ببینه، حس میکنه یه موجود اونجا ایستاده، بعد تعریف میکنه میگه من احساس کردم یه چیزی بود اونجا. یا یه قسمتی از مغز رو مثلا غیر فعال میکنن، طرف اصلا کلا مثل ماشین رفتار میکنه، کلا یه سری احساس، همه چی کلا تو مغز دیگه. حالا من میگم انسان مغز هومه است، یعنی هیچ چیزی نداره. اون که میگن مغز درون خمره است، یه تئوری قبلی میگفتن، یه چیز توی مایه هاست. انسان هر کاری که میکنه در واقع یه جور دیکتاتوریه دیگه، یه جور دیکتاتوری مغزه، هیچ کاری نمیتونه بکنه خارج از خواسته مغزه. خب بعد من یه سوال دارم، دیکتاتوری مغز خب من میفهمم، خب برای دنیا چی؟ حالا درخت ها با هرچی که توی مغز نداره اطراف آخر. ما هست. خب توی سیستم تصمیم گیری مرکزیه، نه زنده است، ولی زنده بودنش اراده ای که ما داریم که درخت نداره. ببینید دنیای خارج از مغز ما هم همه چیش جبریه دیگه، مگر اینکه بریم زیر کوچکتر از اتم بریم. انتخاب طبیعی. نه انتخاب یعنی این خب جبری نمی... که حاکمه به دنیا چیه؟ جبری که حاکمه
جبری که حاکمه به دنیا، خب همش جبریه دیگه. ریاضی همون چیزی بود که اول آروین گفت دیگه. اگه اول، خب نه بذار من بگم، همون از گفتش از اول بعد بیگ بنگ اگر ما یک محاسبه دقیقی داشتیم، آروین اولش گفتش که میتونستیم تک تک اتفاقات رو پیش بگو. خب یعنی زمان توش دخیله، زمان توش تاثیر خیلی بزرگی میذاره، چون گفتی که حالا همون تصمیمی که مغز من چند ثانیه قبلش گرفته و خب بعد من اونو انجام میدم یا حالا بعد فکر میکنم که از اختیار خودم بوده، این به خاطر کم بوده، یعنی این به خاطر زمانه، چون اون میشه تصمیم، میشه گذشته، اونی که من انجام میدم. ببین منظور این، ببین منظور، ببین منظور من اینه که آینده ما کاملا تعیین شده است، نوشته شده، یعنی گذشته است. خب این زمان اینجا نه. نه آینده ما، ببین منظورم اینه که آینده ما به هیچ نحوی قابل تغییر نیست، کاملا همش تعیین شده و نوشته شده است، به خاطر برای اینکه همه مولکولا و همه اتم ها قوانین فیزیک و قوانین ریاضی رو باید رعایت کنند و هیچ کسی نمیتونه جهت اینا رو عوض بکنه. برای همین چون جهت اینا قابل عوض شدن نیست، این که نیلوفر تو مثلا من نمیدونم 10 دقیقه دیگه تو الان چی میگی، خب ولی هر چی که قراره 10 دقیقه دیگه بگی از همین الان تعیین شده و نه من میتونم عوضش بکنم نه تو. خب پس زمان توش دخیله، شاید زمان این اجبارو داره. زمان دخیله، من منظور اینو نمیفهمم. زمان دخیله، خب زمان باید بگذره که ما ببینیم. نمیدونم زمان هم یکی از پارامترهاش دیگه. من متوجه نمیشم زمان پارامتری نیست که مؤثر باشه تو تصمیم گیری مغز. ببین تو بررسی هایی که کردن در مورد مثلا روی نوار مغزی بررسی هایی کردن، دیدن دقیقاً نه حدوداً 0.2 ثانیه قبل از اینکه فرد تصمیمی رو بگیره مغز اون تصمیم رو گرفته، یعنی به اراده طرف نبوده. بذارین من یه مثال بزنم که زمان رو متوجه بشین که زمان چجوری به زمان نگاه بکنیم. خب من نمیم VHS به فارسی چی میشه؟ ما فیلم ویدیو، فیلم قبلا که کامپیوتر و ویدیو نوار ویدیویی، نوار ویدیویی. نیلوفر نمیدونم تو چند سالت نوار ویدیویی اصلا دیدی؟ میشناسین میدونی چیه؟ فکر کنم دیدم. خب ما بچه که بودیم میرفتیم با تجریش رو اینا، مثلا این فیلم ها رو میگرفتیم، فیلم های هالیوود و اینا رو میذاشتیم توی دستگاه ویدیو فیلم نگاه میکردیم. خب این دستگاه ویدیو رو اگه باز بکنی میبینی که همه فیلم همش روی این نوار هست، هم اول هم آخرش. خب و قسمتی که روی مثلا ممکنه تو سینما نوار فیلم رو که میذارین، خب هم مثلا وسط فیلم که نشستی، مثلا فکر کنید نصف فیلم تموم شده، نوری که داره میخوره روی فیلم رو دارین روی پرده دارین میبینین دقیقا یک لحظه یه فیلم. خب ولی این فیلم آیندهش همش روی نوار هست و گذشتش هم قسمت فیلم رو که دیدین هنوز واقعیت داره، مونده، درسته؟ یعنی مثلا ما فکر میکنیم که گذشت تموم شد، در صورتی که اینجوری نیست. ما تو دنیای فیزیک علم نوین یاد میگیریم که گذشته همیشه خواهد بود و آینده هم قبل از اینکه اتفاق بیفته همیشه هست. یعنی اینکه ما حالا تجربه میکنیم این فقط به خاطر نحوهی که مغز ما کار میکنه که ما فقط تو حال هستیم و حالو میبینیم، ولی گذشته هنوز وجودش واقعیت داره و آینده هم قبل از اینکه اتفاق بیفته همونجوری که هست وجودیتش همیشه بوده و خواهد بود. خب ولی مغز ما فقط اون نوریه که روی اون قسمت نوار افتاده و روی پرده، یعنی قسمت آگاه ما اون فیلمیه که ما داریم روی پرده میبینیم. خب در صورتی که واقعیت مثل همون نوار فیلمیه که اون پشت هست که آیندهش تعیین شده، گذشتهش هم از بین نرفته، ولی قسمت آگاه ما فقط افتاده روی یک خطی که ما الان به اسم حال میشناسیمش. اتفاقا یه چیز دیگه هم که تو فیزیک نوین یاد میگیرین اینه که این تجربه انسانی هست که از گذشته داریم میریم با آینده. خب در صورتی که تمام فرمولای فیزیکی رو اگه نگاه بکنین زمان هیچ جهتی نداره، یعنی ما به طور فیزیک، به طور تو دنیای فیزیک هیچ اشکالی نداره که ما اصلا آخر جهان رو اول حساب بکنیم و مثلا بیگ بنگ آخر جهان حساب بشه. یعنی که ما داریم از گذشته میریم به حال کاملا میتونه کاملا برعکس باشه، ما میتونیم از آینده بیایم به حال و تمام فرمولای ریاضی، تمام فرمولای فیزیکی حتی از آینده هم بریم گذشته به همون قشنگی و به همون کار میکنه.
یعنی این شکلی که ما داریم میبینیم گذشته بوده، حالا داریم حالا تجربه میکنیم بعد میریم تو آینده، این فقط به خاطر نحوه برداشت ما از طبیعت هست. یعنی برداشت ذهن ما، برداشت ذهن ما ساره کاملا میتونست برعکس بشه. چه خوب توضیح دادی آرمون، دمت گرم. آه مرسی. جدی خوب دو... کلا آمین مثالاش تکبیر داره دیگه. خب مثلا مثال بگو نه من فهم خواستم در مورد اون فیلم اصلا چیز اثر پروانه ای هم یه فیلمی هست به اسم بابل، اینو ببینید فیلمش، فیلم سینمایی خوبه، هم داستانش جالبه هم در مورد اثر پروانه ای یک مثال خیلی قشنگ دیگه. ممنونم واسه من حتما منابعی که گفتی و میرم سعی میکنم پیدا کنم مطالعهشون کنم. ممنونم آرم، خیلی خوب توضیح دادی. من میرم دیگه بچه ها اگه صحبتی دارن ببخشید طولانی تر شد آرمین موندنت. مرسی. همیشه خیلی مفیده. مرسی، متشکرم ازت. خواهش. من فعلا اینو فر ممنون، لذت بردم، بازم بیا دفعه بعدم بیا. من یکم عصبانی بشم میام. باشه باشه. سعی میکنیم عصبانیت کنیم فعلا. من الان میبینم یک کسی دیگه هم میخواست بیاد. نه رفتش. من حرفای آخرتون رو بذارین که من بریم دیگه. شما این بگو، این اطلاعاتی که گفتین چه منابعی گرفتین؟ منابعم انگلیسیه، من باید سعی کنم فارسیاشو پیدا کنم. کسی که شما انگلیسیتون خوب هست؟ من معمولا به وبسایت خارجی با ترجمه گوگل ترنسلیت میخونم. می تو. من سعی میکنم که برم من میرم سعی میکنم ببینم پیدا. ما مهمونای اتفاقا ما مهمونایی داشتیم که این حرف رو قبلا زده بودن. آها، برنامه های خود جمهوری بی خدایان قسمته که مثلا مهمونایی داشتیم که این حرف رو توضیح دادن. قاسم شما میگی بریم ببینیم؟ قاسم کمکم کن، من اسم یادم چی بوده؟ مهمونایی که صحبتای مثلا برنامه‌ای که در مورد یه آقای وریانی بوده، برنامه علمی، برنامه هم آقای دکتر تقی کیمیایی بوده که در مورد فرآیندهای مغزی صحبت کرده، در مورد اسمش هم فکر میکنم بود ریشه فیزیکی احساس، همچین حس های انسانی همچین چیزی بوده اسمش اگه اشتباه نکنم. مرسی. آره دکتر تقی کیمیایی اسدی، کلا برنامه هاشون خوبه، توی چند تا کانال دیگه هم هستن صحبتایی که میکنن خیلی خوبه. ها ویریا امیری خیلی خوب بود. ویریا امیری هم خوبه. آره همه رو نگاه بکنید، بعد برین دنبالشون کنین، چون اینا خودشون مقاله می نویسن به فارسی، کتاب دارن به فارسی. برین برنامه‌هایی که با اینا رو داریم رو نگاه بکنید توی جمهوری بی خدایان، و معمولا لینک هم گذاشتیم که برین بقیه کاراشون هم پیدا کنید. من ببخشید اسم یه نفر هست که خیلی مهم، من الان یادم نمیاد، ایشون خودش یه وبسایت خیلی خوبی هم داره، همه چی هم به فارسی نوشته، تو آلمان هستن ایشون. اسمش علی نیری. دکتر ارفان کسرایی رو میگی؟ آها کسرایی. آره نیری که آره ارفان کسرایی. نیری هم کارشون خیلی خوبه توی مؤسسه آینه فکر میکنم. آره دکتر نیری ولی واسه زمان ندیدم صحبت کنم. قاسم جون اصلا یک مجموعه دارن، مجموعه اسمش چی بود خدا یادم رفت، یه مجموعه به نام تلویزیون کاراشون مهبانگ که تو آسمونه، درسته، مهبانگ. خیلی هم برنامه‌شون جالبه در مورد تاریخ علم، در مورد تفکر نقادانه، در مورد همینا صحبت میکنن، خیلی هم خوبه برنامه‌شون. قطع شده الان برنامه‌شون، میگفتم به خاطر کرونا و اینا برنامه‌شون فعلا قطع شده تا بعدش دوباره ادامه بدم. اون برنامه‌شون، سری برنامه‌شون خیلی خوبه. من یه چیز دیگه فقط بگم قبل از اینکه برم، شما نگران این که اختیار نداشته باشین چجوری زندگی کنین رو نکنین، چون که این توهم اختیار انقدر قویه که شما نمیتونین از بین ببرین اینو. یعنی این توهم، یعنی مغز شما مجبوره که به این توهم، حتی اگه بدونینم که توهمه، احساس اختیار هیچ وقت از شما گرفته نخواهد شد و این احساس اختیار به شما، به زندگی شما معنی خواهد داد.
خب یعنی انقدر این توهم قوی هست که هیچ دونستن توهم بودنش از بینش نخواهد برد. اون که عالی توضیح دادی، قشنگ متوجه شدیم.